برنامه الله بخشاینده بخشایشگر. بینندگان گران قدر تلویزیون آریانا، علاقمندان برنامه چراغ هدایت، سلام و درود باد بر شما خوبان، بر شما عزیزانی که همین اکنون بیننده برنامه چراغ هدایت در سراسر افغانستان و جهان هستید. دوستداران ما، ماه مبارک رمضان است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بنیانگذار مواسات می باشد. توجه فرمایید به سخنان چند از مفتی صاحب شمس الرحمن فروتن در همین مورد. این کجایش مواسات و همدردی هست که در بعض جاها، در بعض مساجد، بعض خانواده ها فقرا، مساکین، محتاجین دق الباب میکنن. فقرا، مساکین، محتاجین به گرد دیگ دور می خورند، در حالی که روزدار هم هستند و یا اطفال هستند خو روزه ندارند. اونا از گرد دیگ و از پشت دروازه رانده می شوند، زده می شوند، توهین و تحقیر می شوند و خودشان بر سر دسترخوان خود نشسته با خنده و مذاق و دیدن تلویزیون انواع و اقسام غذاها را می خورند و باز میگویند ما مسلمان هستیم، در ماه رمضان ما همدردی میکنیم، در ماه رمضان ما مواسات میکنیم. خدا رحم بکند، ای مواسات و همدردی نیست. عملا ما باید اقدام بکنیم، عملا از حالت فقرا با خبر شویم، عملا با فقرا، مساکین، مردم بی بضاعت در حد توان خود باید کمک بکنیم. یک نفر توان و وسش دادن یک خرما به فقیر و مسکین است، اونمو کارا انجام بدهد. یک نفر وس و توانش دادن 10 افغانی هست، همان را باید کمک بکند. یک نفر توان و وسش این است که به هزاران افغانی کمک بکند، جنس بخره، مال بخره به فقرا و مساکین، همان را باید انجام بدهد. این را میگوین همدردی، این را میگوین مواسات و این را میگوین انسانیت و بالاخره بشر دوستی که واضح و بالاخره بنیانگذار این بشر دوستی و مواسات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میباشد. پس چقدر زیبا هست که ما در ماه رمضان تنها به شعار اکتفا نکنیم و همچنان اگر فقیر و مسکینی به پشت دروازه ما می آید، با خود ما چیزی نداریم یا ده ها فقیری دیگری را پول و پیسه و مساعدت کرده ایم، داده ایم، حد اقل فقیر را با یک لهجه نرم، با یک لهجه انسانی و اسلامی و اخلاقی جواب بدهیم، دو دشنام برشان ندهیم، توهین و تحقیرشان نکنیم، از پشت دروازه خودش به بسیار شدت به آن طرف نرانیم، بلکه به اساس و قولو للناس حسنا، به اساس سخن گفتن برای مردم سخن نیک، او را جواب بکنیم یا وعده برایش بدهیم که امروز برنامه ای که داشتیم و پروگرام کمک را که داشتیم دادم خلاص شد، فردا دیگه فردا بیا تا با تو هم کمک و مساعدت مالی نماییم. به همین گونه ماه همدردی و مواسات در ماه مبارک رمضان این است که ما از احوال و از وضعیت مریضان با خبر شویم. چی مریضان؟ از جمله اقربا باشه، از جمله دوستا باشه، از جمله کسایی باشد که شاید دور از ما باشه، یعنی فاصله زیاد وجود داشته باشه به لحاظ نسب، ولی حد اقل مسلمان است، به عیادتش بریم، امرایش بشینیم، بالاخره به ایشان تسلیت بتیم و ایشان را دلجمی بتیم. ای خودش نوعی از مساعدت، نوعی از همدردی و نوعی از مواسات است که در میدان عمل ما ای را
انجام می دهیم و ثابت می سازیم. و همچنان موارد دیگری از مواسات و همدردی در ماه مبارک رمضان این است که ما گاهی گاهی در حد توان و وس خود به بیرون از منزل خود، به خانه، به خانه همسایه، به خانه دوست، به سرک، به مسجد، به پارک غذا بکشیم و کسانی که مسافر هستند، کسانی که نادار هستند، کسانی که خانه هایشان دور است، با اونا هم حد اقل یک مقدار افطاری بدهیم که این هم به معنای مواسات و همدردی هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث خود با آن اشاره دارد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خوش آمدید به ادامه برنامه چراغ هدایت. در این قسمت حال هم حدیث گوهرباری از فخر موجودات را داریم. رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند هیچ تهی دستی سخت تر از نادانی و هیچ مال سودمندتر از عقل نیست. تدبر در قرآن. توجه فرمایید به سخنانی از استاد عبدالهادی عثمانی در همین مورد. الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز برنامه چراغ هدایت، خوشحال هستم که به سلسله و دوام صحبت های قبلی امروز هم در یک برنامه جدید در خدمت شما سروران عزیز قرار دارم. به ادامه صحبت های قبلی مطابق ایام و روزهایی که قرار داریم، صحبت از رمضان و فضیلت این ماه ها و شب ها و عبادت هاست. ماه عبادت است. روزهای رمضان روزهای عبادت است. به کاروباری هم که مصروف میشیم طبعا در قلب ذکر و یاد خدا هست، عبادت است. اصلا خود ماه مبارک رمضان یکی از خصوصیات و ویژگی هایش ایست که ماه عبادت است. کدام عبادت ها در این ماه نسبت به ماه های دیگر 11 ماه دیگر سال بهتر و بیشتر صورت میگیره؟ قسمی که گفتیم وقتی که ماه عبادت شد، بر انسان روزدار بهتر ایست، مناسب ایست که این ماه را کوشش کنه به عبادت بیشتر بپردازه. و یکی از بهترین عبادت ها بهتری تلاوت قرآن کریم است. کسانی که میتونن قرآن کریم را تلاوت کنن، کوشش کنیم که ساعاتی را و دقایقی را در اختیار قرآن باشیم، در خدمت قرآن قرار بگیریم، قرآن را با اعوذ بالله، بسم الله و با آدابش همه تلاوت کنیم، با تدبر و تعمق تلاوت کنیم، به این نیت تلاوت کنیم که خداوند متعال از برکات و فیوزات و خوبی های قرآن کریم من و شما را بهرمند بسازه. احیانا کسانی که نمیتونن قرآن کریم را تلاوت کنن، بهتر ایست که به تلاوتش گوش داده شوه. امروزه با توجه به این سهولت هایی که در کشور عزیز من و شما افغانستان ایجاد شده، برنامه های تلویزیونی خوب تدارک دیده شده برای ماه مبارک رمضان، تلاوت ها از پخش رو نشر تلاوت ها استفاده کنیم و توجه ما بیشتر به خود روزه باشه. از همه مهمتر یکی از عبادت‌های خوبی که در این ماه بهتر از صورت بگیره نسبت به ماه‌های قبل بیشتر، یکی از امور صدقه است. کوشش کنیم که اگر در ماه‌های قبلی نسبت به صدقه و پرداخت صدقه کمتر پرداختیم یا بی‌توجه بودیم، در این ماه کوشش کنیم که صدقه بدیم. از فضایل و برتری‌های این ماه مبارک رمضان برای کسانی که سرمایه دار هستند، پرداخت زکات هست، نمازهای تراویح هست. از فضیلت این ماه مبارک رمضان که در شبهای ماه مبارک رمضان به او پرداخته میشه.
و از همه مهمتر نماز وتری که در سایر شبها انفرادی میخواندیم در این ماه، ماه به اصطلاح وتر است که با جماعت ادا میشه و یکی از عبادات های خاص و ویژه این ماه، ماه عبادت اعتکاف هست که در دهه اخیر صورت میگیره. در صورتی که وقت داشتیم، فرصت داشتیم و میتونستیم، بهتر از ای که در عمر یک بار لااقل به عبادت اعتکاف هم بپردازیم، به امید ای که این عبادت ها و خصوصیات و ویژگی های عبادی این ماه را به جای بیاریم، به امید قبولی طاعات و عبادات همه من و شما. سهار سپاس از شما خوبانی که تا این دم تماشاگر برنامه چراغ هدایت بودید. لحظات پایانی برنامه کنونی ما هست. در اخیر نعتی را داریم. تا برنامه بعد بدرود. ما عاشقان زاریم، غمخوار ما محمد، دل داده بیقراریم، دلدار ما محمد، دل داده بیقراریم، دلدار ما محمد. ما بلبلان شوقیم، ما عندلیب ذوقیم، در بوستان خوبی گلزار ما محمد. ما عاشقان زاریم، غمخوار ما محمد، دل داده بیقراریم، دلدار ما محمد. از گفتگوی دیگر بستیم زبان دل را، باشد به هر عالم گفتار ما محمد. ما عاشقان زاریم، غمخوار ما محمد، دل داده بیقراریم، دلدار ما محمد. باشد به هر کیاره اندر رای محبت، اندر تری خیاری شد یار ما محمد. ما عاشقان زاریم، غمخوار ما محمد، دل داده بیقراریم، دلدار ما محمد. اندر زمین خلایق، اندر فلک ملایق، گویند که ما غلامیم، بادار ما محمد. ما عاشقان زاریم،
دلدار ما محمد دل داد به قراریم دلدار ما محمد در گرچون بپرسن از ما نکیر و منکر باشد زروی تصدیق اقرار ما محمد ما عاشقان زاریم غمخوار ما محمد دل داد به قراریم دل دار ما محمد غم نیست و ابن قاضی ما راز خوف محشر چون از در دو عالم غمخوار ما محمد ما عاشقان زاریم غمخوار ما محمد دل داد بی قراریم دلدار ما محمد سپاس از اینکه تماشاگر برنامه ما بودید. اگر می خواهید که برنامه قبلی ما را تماشا نمایید، پس اینجا را فشار دهید. اگر می خواهید که برنامه بعدی ما را تماشا نمایید، پس اینجا را فشار دهید. اگر می خواهید که به چینل یوتیوب ما بپیوندید، پس اینجا را فشار دهید.